مهرام ایسترین، درودهای من تقدیم شما هموطنان بسیار نازنینی که نظارگر این برنامه هستید و این اجازه رو دیگر بار به من میدید که میهمان منازلتون در سراسر دنیا باشم. تا این لحظه که در خدمت شما هستم هنوز از طریق 3 ستلایت G19 یوروبرد 9 و تلستار 12 در سراسر ایران دیده میشیم، شنیده میشیم و سایت پرقدرت ABC TV 1 با بیش از 50,000 نفر ظرفیت پذیرنده بیننده در آن واحد در سراسر دنیا دیده میشه و چند رسانه دیگر هم مهر میورزند، محبت میکنند و این صدا و تصویر رو، صدا رو رله میکنند و پخش میکنند که از تک تک اونها از جمله آقای توکلی در رادیو هیوستن و رسانه های دیگری که ما رو پخش میکنند کمال سپاس و تشکر رو دارم. تلستار 12 ما هنوز قطع نشده. is the matter of time. شاید هم در همین یکی دو روز آینده هموطنان بزرگواری همچون آلبرت عزیزم و چند شخصیت بزرگوار دیگری که در اروپا داریم این 15,000 دلار رو جورش رو بکشن که ما بتونیم بدیم و رو 12 بمونیم. اما اگر نشه صدای ما روی تلستار 12 میمونه و از فردا ما، از دوشنبه ما روی یوتل سد 3 هم صدامون پخش خواهد شد و از روی G19 هم آمریکا، کانادا و قسمتی از خاک مکزیک رو خواهیم داشت و اگر به قول معروف همتی باشه، غیرتی باشه، شرفی باشه، عرق ملی باشه، ما اصلا باید تصویرمون روی یوتل سد 3 بره. هموطنان عزیزم، مطلبی رو میخوام با شما در میون بگذارم که میخوام خیلی جدی بگیریدش. من پیشگو نیستم، پیشگویی هم بلد نیستم، اما وقتی تمام زوایای کار، وقتی تمام مسائلی که در درون کشورم میگذره و اوضاع جهانی و بین المللی رو با دقت مورد ارزیابی کارشناسانه قرار میدم، من عمر رژیم اسلامی رو بیش از سپتامبر 2010 نمیبینم. حالا نگید اینو از کجا آوردی و جریان چیه و این صحبت ها، اما باورم بفرمایید که تظاهرات بزرگی از 22 خرداد شروع میشه، به اوج خودش در تیر میرسه و ما قبل از سپتامبر 2010 میلادی باید پایان رژیم اسلامی و سقوط و براندازی و سرنگونی این رژیم در کلیت و در تمامیتش رو شاهد باشیم. یا خیزش مردمی، جنبش ملی مردمی که در طول 10-11 ماه گذشته، خصوصا در همین 24 ساعت گذشته، دوباره ملت ایران، کارگران ایران، دانشجویان ایرانی، زنان و دختران ایرانی، دانش آموزان ایرانی، هموطنان راننده تاکسی ما، هموطنان اتوبوسران ما و بسیاری از کارگران در هر قشری که بودن، کارمندان، راننده های تاکسی، اتوبوس، دانشجویان، با ورود احمدی نژاد به سرزده به دانشگاه تهران چه کردن؟ این آتش زیر خاکستر آماده انفجار این حضور مبارکتون عرض کنم که دیگ زودپزی است که درش بسته است ولی انقدر توش فشار بخار زیاده که آماده منفجر شدنه. من سپتامبر 2010 رو پایان حکومت اسلامی از امروز تا اون موقع میبینم. احساس، اندیشه است، تفکر، مطالعه است و پازل ها رو کنار هم گذاشتن و به سپتامبر 2010 که برسیم ما باید مرگ رژیم اسلامی رو ببینیم و پایان این حکومت رو به صورت تابوتی دفنش بکنیم. به همین جهت رسانه آریامهر باید بماند و در این چند ماه آینده جنگ نهایی خودش رو با رژیم اسلامی و مزدوران برون مرزیش ادامه بده، حتی در سطح گسترده تری. رسانه آریامهر میبایست
روی تلستار 12 و روی یوتلسد 3، همونطور که آقای شجره، آقای شهرام و همایون اندیشه روی هاتبر، تمام اونایی دیگه روی هاتبر، و هر کدوم دو سه تا دارن، اما پولاشون رو به طریق رژیم اسلامی داره تأمین میکنه. شما ملت باید تقبل کنید و ما این جنگ رو پیش ببریم و پیروز بشیم. مطلبی که امروز میخوام با شما هموطنان بسیار عزیزم در میان بگذارم، در مرحله اول دست اون شیرزنانی رو که در طول این 5-6 روز گذشته همت کردند و ما توانستیم تا به امروز که 5,000 دلار دیگه، 5,000 دلار دیروز، 5,000 دلار امروز، 15,000 دلار سه روز پیش، 25,000 دلار از بدهیمون رو برای شرکت RR100 بفرستیم که تمام این تاییدیه های اینها، یعنی گواهی دریافت پول توسط اونها، روز دوشنبه خدمت شما نشان خواهم داد. ما هنوز که هنوزه، اگر مبلغ رو اونجا 75,000 دلار میبینید، ما هنوز 25,000 دلار به ستلایت کمپانی به اضافه این 25,000-30,000 دلاری که از این ماه شروع میشه بدهکار هستیم. اما شما کاری کردید کارستون، شما نگذاشتید این رسانه درش بسته بشه، شما اجازه ندادید حکومت اسلامی و مزدوران و جیرخارانش بر ما چیره بشن. شما این سنگر ملی مردمی که حافظ منافع ملت ایران و حافظ بازپسگیری کشور ایران برای براندازی و سرنگونی رژیم دشخیم، آدمخوار، خونخوار، اشغالگر، دست نشانده اسلامی، دکانداران دین می جنگه و با صدای بلند میگه مرگ بر کلیت رژیم اسلامی، یک تافته جدا بافته، نه موزیک رقص میذاره، نه سیابازی میکنه، نه آلبوم نمیدونم گلپا و هایده 40 سال پیشو میفروشه، نه کارتای تلفنی حکومت اسلامی رو میفروشه. این کارتای تلفنی که تلویزیون‌های ایرانی می‌فروشن، شما گوشی رو برمی‌دارید می‌گید الو، تو مخابرات و اطلاعات دارن صدای شما خانواده‌تون رو خبرچینی می‌کنن، حواستون جمع باشه. و هزار کار دیگری که می‌کنن. اجازه می‌خوام حضورتون یک مطلبی رو با شما در میان بگذارم. چرا ما بعد از 31 سال هنوز اینجا ایستاده ایم که هستیم؟ 30 ساله نشسته ایم، روز کارگر بیاید، 22 بهمن بیاید، 22 خرداد بیاید، 16 آذر بیاید، 13 آبان بیاید، 18 تیر بیاید، ما هم در تب و تاب باشیم تا صبح نخوابیم که چه اتفاقی در درون ایران افتاده. یا بشینیم هی اخبارهایی که خود رژیم بیرون میده یا اربابانش بیرون میدن با اونها خودمون رو مشغول کنیم و سعی کنیم در این اخباری که همش پر از ریا و تقلب و پر از به اصطلاح سردرگمی ما چیز دیگری نیست، 30 سال غرق شدیم. سرگرمی های تلویزیون های وابسته به رژیم، سریالهاش، جنس فروختنهاش، فرش فروختنهاش، جواهر فروختنهاش، کارت تلفنی فروختنهاش، مواد غذایی وابسته به رژیم رو فروختنها و این و اون و هزار مسئله دیگه و رقص و آواز و کنسرت های رژیم، نمیدونم با روسری بیاید و این گونه مسائلش. برید نگاه کنید 80% تلویزیون های سیاسی هم دیگه آهنگ و رقص و این گونه مسائل میگذارن، سریال پخش میکنن، فیلم های سینمایی پخش میکنن و در واقع شما تنها رسانه متفاوتی که میبینید همین. اما هموطن عزیزم، چرا 30 سال ما نتوانستیم این 5-6-7 میلیون نفر در خارج از کشور یک قدم مثبت در راه رهایی کشورمون برداریم؟ بیایید با هم انالایزش کنیم. شما بیاد روی خط، اگر این به اصطلاح تحلیلی که من میخوام خدمتون بدم احساس کردید کامل نیست، شما هم بیایید تکمیلش بکنید. ببینید دوستان،
ما یه چیزی نزدیک اگر به طور معدل بگیم 6 میلیون نفر ایرانی در برون مرز داریم، این 6 میلیون نفر رو باید به 3 گروه تقسیم کنیم. یک گروه از این به اصطلاح 6 میلیون، اگر بگیم 33% این، حالا شاید کم و زیاد 40% باشه، ولی بیایم یک رقمی رو در نظر بگیریم.